اخیراً یک شعر فوق‌العاده ناب منتشر شده از بیداد، شاعر امروز ایران. حیفم آمد که شما هم این شعر رو نشنوید. اجازه بدید با هم به این شعر گوش بدیم، بعد به ایالت فلوریدا بریم و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مسعود نقطه‌کار. آقای بیداد، دوباره دلم زد به دریای خون، یله عقل من شد به طرف جنون، چنان ناله عشقم آمد به گوش که خون در رگ غیرت آمد به جوش، چنان بی خود از باده غم شدم که تندیس اندوه عالم شدم، دیگر اختیارم نباشد به دست، قلم مست شد خامه در هم شکست، مرا شور عشق این چنین شیر کرد، قلم را به دستم چو شمشیر کرد، چون من برکشم تیغ دوغت نیام، نماند کسی را مجال کلام، چنان مشق عشق آورم بر ورق که پای قلم را نماند رمق، هزاران سؤال از شما می کنم، سر از عقده سینه وا می کنم، هزاران سؤال از شما می کنم و رو را به روی خدا می کنم، هزاران سؤال از ازل تا کنون، سؤالات عقل و جواب جنون، چرا؟ آدم از باغ خلد برین به اجبار حق شد مقیم زمین، چرا ما فتادیم از عرشمان و از خون دل رنگ شد فرشمان، چرا زخمی ما رو کشتم شدیم، چرا ما زمین گیر گندم شدیم، چرا مرد با قتل آغاز شد و باب برادر کشی باز شد، چرا این زمین عرصه جنگ شد، صداقت چرا مسخر رنگ شد، چرا پر شد از خون ما جامشان و شیرین شد از تلخ ما کامشان، چرا آبشان عشق چشمان ماست، چرا نانشان پاره جان ماست، چرا کین را بی کران دیده ایم، چرا عشق را خط جان دیده ایم، چرا عشق حلاج تکفیر شد، چرا بیشه ها خالی از شیر شد، چرا گونه کودکان زرد شد، چرا درد سهم دل مرد شد. چرا خوش شد بیخ مردانگی، چرا ننگ شد نام دیوانگی، چرا دین من از خدا شد جدا، چرا سهم من شد سکوت از صدا، به جرم صدا سنگ بر من زدند و هی تازیان بر این تن زدند، چو بستند دروازه عشق را بر آن قفلی از جنس آهن زدند، خدنگی به رسم برادر کشی شقادان خوب بر تهمتن زدند، ندیدیم اگر کابه را بی درفش به میدان این شهر گردم زدند، چگونه ننالم از این حجم غم که دیدم علمدار را بی علم، چرا از حقیقت گریزان شدیم، به لفاف رفتیم و پنهان شدیم، چرا نیست دیگر یل سیستان، چرا نیست شد ببر مازندران، چرا خار را گل سپر می کنید، سنوبر فدای تبر می کنید، چرا و چرا جانم آتش گرفت، سخن رنگ خون سیاوش گرفت، دوباره دوچار تلاطم شدم، میان سؤالات خود گم شدم، هراس از چه داری یل نام دار، برون آز خود نعره از دل برار، که در کل عالم
من باد. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. چو موسی بزن دل به دریای نیل، در آتش در آبی گمان چون خلیل. یقین دان که دریا پریشان شود، و آتش به رویت گلستان شود. من از بیخیالان فغان می کنم، که این درها را بیان. من از عشق پوشاری آزردم، دلم را به این عشق نسپردم. مرا عشق میهن در این بره بس، که در دل نگنجد دگر عشق کس. شما مرا عشق میهن در این بره بس، که در دل نگنجد دگر عشق کس. من از انزوای زمان خستم، دلم را به عشق شما بستم. شما ای رفیقان دل خون من، تبار شهیدان گلگون کفن. شما ای همه غمگساران دل، در این قحطی عشق یاران دل. از این ورطه باید گذاری کنیم، بیایید با هم قراری کنیم. که هم درد درد خلایق شویم، و خونخواه خون شقایق شویم. برون گشته از خیش و کاری کنیم، چنان نسل من سربداری کنیم. ملاحظه فرمودید شعر فوق‌العاده جالبی بود که بیداد اون رو خوند، و من نمیدونم دیگه استعاره در این شعرها نیست، پیام مستقیم هست به قدرت، پیام مستقیم هست به استبداد حاکم در کشور ما. بینندگان عزیز، در این دقایق من گفتگوی خودم را آغاز میکنم با یک شخصیت ایرانی که همه شما فکر میکنم همه اونایی که اهل این نوع مباحث هستن او رو میشناسند، یعنی آقای دکتر مسعود نقره‌کار. آقای دکتر مسعود نقره‌کار 5 ماهی است که به گفته خودشون به قول معروف به افتخار بازنشستگی از طبابت در آمدند و رسیدند، و به هر حال فرصت بیشتری برای مطالعات خودشون و تعلیف کتاب‌های تازه دارن. چرا جمله رو اینجوری شروع کردم؟ برای اینکه این شخصیت در طول تاریخ فعالیت‌هاش به عنوان یک پزشک در ایران 5 جلد کتاب منتشر کرده، و جالبه در خارج از ایران 23 جلد کتاب رو منتشر کرده. آخرین کتاب او که چند ماه پیش چاپ شد، زنگی‌های گود قدرت هست، که به نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ سیاسی ایران می‌پردازد. دکتر نقره‌کار توانسته است در طول سال‌هایی که به وظیفه پزشکی خودش پرداخته، نهایت استفاده را هم از وقت خودش بکنه، و هر جایی هم که جلسه ای باشه یا اجلاسی باشه که او فکر بکنه که وجودش میتونه مؤثر باشه و حضورش میتونه به رونق بیشتر اون اجلاس کمک بکنه، در اون حاضر میشه. اجازه بفرمایید که از شهر سن هوزه، از بولوار سیلیکون ولی سلام و درود بفرستم به دوست ارجمند جناب آقای دکتر مسعود نقره‌کار در فلوریدا. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، به شما سلام میکنم. خیلی متشکرم. منم سلام و درود دارم برای شما بینندگان محترم برنامه‌تون، و خیلی خوشحالم با شما هستم. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، به عنوان اولین سوالی که میخوام از حضورتون مطرح بکنم این پرسش هست که شما در اجلاس سکولار دموکرات ها شرکت کردید، جلسه 5مشون بود. از شما میخوام یه گزارش داشته باشم، گزارش گونه داشته باشم که در این اجلاس چه گذشت. بله،
کنگره سکولار دموکرات ها یا پنجمین کنگره سکولار دموکرات ها که با عنوان کنگره وحدت در کثرت برگزار شد، برای خود من به طور واقع یک تجربه خوب و ارزشمند بود. تجربه‌ای که در دل خودش هم نوعی تمرین بیشتر، هم نوعی بازنگری، یادآوری و ارزیابی رو با خودش داشت. این کنگره در زیر یه چتر میشه گفت بسیار آماده و تدارک دیده و به لحاظ فنی عرض میکنم و در یک سطح با کیفیتی برگزار شد. منتها آنچه که در هر حال اهمیت پیدا میکرد حضور تنوع در واقع سیاسی و حتی نظری در این کنگره بود، نه فقط تنوع بلکه میشه گفت تناقض و در واقع نگاه‌های کاملا متفاوت و گاه متناقض، که خب در این کنگره با هم به گفتگو نشستن، کنار هم نظرات هم دیگر رو شنیدن، گاه به نقد یکدیگر پرداختن و به هر حال نشون دادن که لااقل این کنگره و این تجربه نشون داد که ظرفیت و توانایی این که ما ایرانی ها با دیدگاه های مختلف کنار هم بنشینیم و یک گفتمان متمدنانه ای رو پیش ببریم رو داریم. به گمان من کنگره موفقی بود. موفقیتش هم همونطور که عرض کردم بیشتر در حضور در واقع نظرات متنوع و حتی متناقض و گفتمان و برخوردهایی که پیش رفت. من گمان میکنم لااقل روی خود من تأثیر مثبتی داشت. امیدوارم که در سطح اپوزیسیون خارج کشور و همینطور در سطح جنبش سیاسی و فرهنگی ما در حد خودش، بدون اینکه آدم توهم داشته باشه نسبت به در واقع چنین کنگره‌ای، تأثیر خودشو گذاشته باشه که به گمان من گذاشته. من همطوری که عرض کردم کنگره موفقی بود، تلاشی بود برای نزدیکی و تفاهم بیشتر که من فکر میکنم به هر حال این تلاش نتیجه داد و ثمر داد. منتها همطور که عرض کردم به هر حال در حد معینی کنگره هم به لحاظ کمی تعداد شرکت کنندگان کنگره موفقی بود و همطور که باز تکرار میکنم مسئله تنوع نظرات و دیدگاه ها و به هر حال اون سرانجامی که کنگره داشت و نتیجه‌ای که از کنگره گرفته شد. جناب علی اشاره کردید به اینکه یکی از ویژگی‌های این کنگره شرکت گروه‌های مختلف بود. ممکنه بفرمایید چه گروه‌هایی در این اجلاس حضور داشتن؟ همونطور که گفتم تنوع چشمگیری وجود داشت. از جریان‌های مثل حزب کمونیست کارگری، دوستانی که از اعضای برجسته این حزب بودند، تا در واقع گروه های مشروط خواه و جریان های هوادار نظام پادشاهی و همینطور در میانه میشه گفت جریان هایی که در رابطه با جریان های ملی بودن و جریان های چپ، چهره های مستقل جریان چپ و همینطور جریان های مستقل دیگه. در واقع یک همچین تنوعی رو میشد دید فلواقع از جناهای چپ، جناهای میانه یا میشه گفت جریانهای چپ، جریانهای میانه و همینطور جریانهایی که در دست بندی های کنونی به عنوان جریانهات راست یا به هر حال محافظه کار مطرح میشن. یک طیف گسترده اینگونه ای رو جریانهات به نظر من در بر میگرفت. آقای دکتر نقرگار، دستاورد این کنگره علاوه بر این که خب گروه های مختلف دور هم جمع شدن، این اجلاس پنجم سکولار دموکرات هست، چی بود به طور ملموس؟ پیام چی بود برای کسانی که خارج از این کنگره بودن، برای همه ماها که در اونجا نبودیم ولی دلمون میخواد بدونیم که دستاورد نهاییش و رهاوردش چه بوده؟ همونطوری که برگزار کنندگان کنگره مطرح کردن، به هر حال بیش از هر چیز
تلاش برگزار کنندگان همین حضور در واقع میشه گفت فیزیکی و نزدیکی گروه های مختلف و تنوعات سیاسی و نظری مختلف در این اجلاس بود. قبلا هم مطرح شد این کنگره با این نیت برگزار نمیشه که سرانجام یک در واقع مصوبه یا پیام روشنی داشته باشه. بیشتر هدف همونطور که در شعار خود این کنگره و نوع کنگره‌ای که مطرح شد تحت عنوان وحدت در کثرت، بیشتر تلاش در راه در واقع تحقق در همین حوزه نزدیکی و تفاهم و گفتمان و اظهار نظر و بیان نظرات بود، برای اینکه چگونه میتوان راهی یافت برای نزدیکی بیشتر و شکل‌دهی در واقع یک جریان فراگیر، یک جریان جایگزین یا حتی تحت عنوان یک جریان آلترناتیو برای حکومت اسلامی در آینده. حتی خود کنگره نهایتاً با پیشنهاد اینکه یک در واقع مجلس در تبعید، یعنی حرکت بشه، تلاش بشه برای شکل‌دهی یک مجلس در تبعید یا تحت عنوان مهستان در تبعید یا مهستان همگاه میگویند، در هر حال چنین پیشنهادی مطرح شد که در این راستا حرکت بشه. ولی بیش از هر چیز هدف همون حضور و نزدیکی و در واقع گفتگو و طرح نظر پیرامون این که چگونه میتوان به اون جریان فراگیر و جایگزین حکومت اسلامی یا آلترناتیو حکومت اسلامی دست یافت. جان دکتر، آیا در این اجلاس در رابطه با مسائل روز ایران و جهان هم پرداخته شد؟ یعنی با توجه به اینکه الان 11 ماه شد، چند وقتی که میشه یک سال از رسیدن آقای دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده آمریکا میگذره و ایشون در مورد ایران خیلی برخورد قاطعی رو از خودش نشون داده، فارغ از اینکه ما باش موافق باشیم یا مخالف، آیا در رابطه با این نوع مسائل هم نتیجه گیری شد؟ آیا به هر حال این گروه ها در این مورد به چند نوع نظر رسیدن یا نه اصلا این بخش فرصت پرداختن بهش پیش نیومد؟ ببینید، به عنوان سخنرانی و به عنوان اظهار نظر همه مسائل تا حدودی، همه میگویم شاید کمی اغراق باشه، ولی در رابطه با مسائل داخل ایران، مسائل داخلی و همینطور مسائل جهانی، به ویژه مسئله برحال آقای ترامپ و برحال نقش امریکا و مسائلی که در رابطه با ایران مطرح میکنه تر شد. میدونید بیش از 32 نفر سخنرانی کردن روی موضوعات مختلف و غالب کسایی که در اجلاس حضور داشتن توانستن در دقایقی نظرات خودشونو پیرامون مسائل مختلف بگن. این نوع موضوعات مطرح شد، پیشنهادهایی هم طرح میشد و یا موضع‌گیری هایی هم مطرح میشد، ولی اینکه این پیشنهادها و این موضع‌گیری ها در واقع از سوی کنگره جمع‌بندی بشه و به یک در واقع بشه گفت یک پیام مشخص و یا یک مصوبه مشخصی برسه، چنین چیزی نبود. تنها در حد اظهار نظرهای مختلف و طرح دیدگاه مختلف مطرح. جناب دکتر، نظر شخصیتون رو میخوام. با توجه به حساسیت شرایط امروز ایران، یعنی هنوز ما به اونجا نرسیدیم که بتونیم یک حداقل خطوط کلی رو در برخورد با مسائل سیاست بین المللی، و به هر حال پدیده ترامپ پدیده کوچکی نیست که کسی نمیدونه. شما چند سال آقای دکتر در آمریکا تشریف دارید؟ من حدود 25 سال هستیش. منم حدود 31 سال هست در اینجا هستم. هر دومون به اندازه کافی در این کشور بودیم. با توجه به این زلزله ترامپ که پیش آمده و معلوم نیست به کجا بیانجامه و سخت بودن این نوع گرد همایی ها، آیا نباید یه بخشی به هر حال به یه ترسیم خطوط کلی بتونن برسن در مورد اینکه با این شرایط این مجموعه چگونه برخورد میکنه؟
ببینید دیدگاه‌های متفاوتی مطرح بود در رابطه با پدیده ترامپ یا ترامپیسم و همینطور نقش آقای ترامپ در عرصه بین المللی به ویژه در رابطه با کشور ما. خب دیدگاه‌ها گاه دیدگاه‌های کاملا متناقضی بود. برخی از نظرات و دیدگاه‌ها و عزیزان در واقع در ترامپ به عنوان، یعنی ترامپ رو به عنوان یک ناجی و منجی این وضعیتی که در ایران هست قلمداد می‌کردند، می‌کنند و حمایت می‌کنند از آقای ترامپ و سیاست‌های ایشون در به ویژه در حوزه بین‌المللی و در رابطه با کشور ما. برخی هم چنین دیدگاهی رو نداشتن و متفاوت بود، مثل خود من که به هر حال دیدگاه متفاوتی دارم. منتها کل اپوزیسیون خارجی کشور، اون بخش اپوزیسیون واقعی رو عرض میکنم، به هر حال امروز میشه گفتش که فی الواقع دو قطبی شدن در رابطه با نگاهشون با آقای ترامپ و سیاستهایشون در حوزه بین المللی. میبینیم تلاشهایی میشه در حمایت از نظرات آقای ترامپ و حرکتهایی که میکنه، خب در میان بخشی از اپوزیسیون این رو میبینیم و در بخش دیگر فی الواقع چنین دیدگاهی رو ندارن. در کنگره هم میشد بازتاب این دو دیدگاه و نظر رو دیدش. بذارید از قبل از که وارد بخش دیگه این گفتگومون بشیم از شما بپرسم، به عنوان کسی که به عنوان پزشک، به عنوان محقق که 25 سال در این کشور زندگی میکنید و مسائل ایران رو خوب میشناسید و روی اون تحقیق و تفحص بسیار کردید، حاصلش هم 28 جلد کتابه، ممکن است شما بپرسم خودتون نسبت به پدیده ترامپ چگونه نگاه میکنید و مسائلی که در رابطه با ایران مطرح میکنه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من ترامپ رو از دو زاویه نگاه میکنم. یکی به عنوان یک ایرانی امریکایی که امریکا رو وطن دوم خودم میدونم نگاه میکنم، یعنی به سیاست ها و رفتاری که ایشون در رابطه با مسائل جامعه امریکا داره از توی حوزه های مختلف. به گمان من توی هر عرصه ترامپ یک فاجعه سیاسی است برای جامعه امریکا. میشه این رو تو حوزه های مختلف از حقوق سیاسی مردم تا حقوق اجتماعی مردم تا نگاهش به گروه های اجتماعی مختلف و دیدگاه های گوناگونش و حتی عملکردش در همین حوزه در همین دوره‌ای که هست نشون داد. بنابراین نگاه من به ایشون در رابطه با خود امریکا و مسائل امریکا همونطور که عرض کردم به عنوان ایرانی آمریکایی نگاه مثبتی نیست و به گمان من جامعه امریکا در واقع با وجود ترامپ و ترامپیسم ضربات زیادی رو هم تو حوزه های دموکراسی به ویژه و همطور تو حوزه های مختلف و عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و اقتصادی خواهد خورد. به نظر من خورده و در آینده بیشتر خواهد بود با توجه به دلایلی که میشه ارائه داد. اما در حوزه بین المللی در عرصه جهانی اگرچه ویژگی های شخصیتی و رفتاری ترامپ در اون حوزه هم تأثیر میذاره که به گمان من خب یک شخصیتی است که ناپایداره به لحاظ رفتاری و فکری و همینطور برخوردهای ماجراجویانه داره با مسائل جهانی و علل خصوص با اون ناسیونالیسم افراطی که ایشون در واقع میشه گفت نمایندگی میکنه، بازتابش رو در عرصه جهانی به عنوان یک برتری طلبی خاص میتونیم ببینیم که البته امریکا این مشکل رو داشته ولی الان تشدید شده. منتها در عرصه جهانی آنجا که به جامعه ما و کشور ما برمیگرده، من فکر میکنم نه فقط آقای ترامپ، هر حکومتی تلاش بکنه، البته از طریق درست، نه اینکه به واقع هدف وسیله رو توجیه بکنه، از راه درست حکومت اسلامی رو تضعیف بکنه و خواستای مردم رو تقویت بکنه و جنبش دموکراسی خواهانه و جنبش میشه گفت دموکراسی طلب
و حق طلبانه در ایران رو تقویت بکنه، خب اون روش ها و اون تاکتیک ها و اون سیاست ها میباید مورد حمایت اپوزیسیون قرار بگیره، البته با اون اما اگرهایی که برای فرصت نیست من اشاره بکنم. بنابراین من تقبیح نمی کنم گروه هایی رو و نادرست نمی دونم که برخی از سیاست های آقای ترامپ رو در حوزه بین المللی ببیشه در رابطه با ایران تایید می کنن. منتها همونطوری که گفتم آقای ترامپ به هیچ وجه نه سیاست های داخلیش و نه سیاست های خارجیش با توجه به ویژگی هایی که از ایشون می شناسیم قابل اتکا نیستن و من خوشبین نیستم مسائلی که در رابطه با ایران مطرح میکنه در واقع یک مسائل جدی از طرف ایشون باشه و فکر میکنم بیشتر همون سیاست بازی و یک نوع تاکتیکایی است که ایشون در طول به حال هم فعالیت تبلیغ خودشون و هم در دوره‌ای که در مقام ریاست جمهوری هستن پیش بردن. آقای دکتر نقره‌کار، در روز هفتم آبان در ایران مناظره انجام شد بین حجت الاسلام مصباحی و آقای دکتر صادق زیباکلام. در واقع دکتر مصباحی، حجت الاسلام مصباحی، اصولگراهای ایران رو نمایندگی میکنه، یا بهتر بگم که لفظ بهترش این است که آخوندهای ایران رو، یعنی آخوندهای وابسته به قدرت رو داره حمایت میکنه و توجیه دینی میکنه شرایط امروز ایران رو و وضعیت ولایت فقیه رو. و در مقابل همیشه دکتر صادق زیباکلام معروف به این بوده است که جناح اصلاح طلبان ایران رو نمایندگی میکنه. اما به نظر من در این گفتگو دکتر صادق زیباکلام از مرز اصلاح طلبی فراتر میره و گفتگو خیلی بی پرده میشه در رابطه با سمبل قدرت، یعنی ولایت فقیه در ایران. کلیپی هست که اگر اجازه بفرمایید اون کلیپ رو با هم نگاه میکنیم و بعد با هم بپردازیم به این که واقعا در این کلیپ چه میگذره و چی گفته میشه. نقش دکتر صادق زیباکلام این است که کماکان اصلاح طلبان رو توجیه بکنه که به نظرم نمیرسه چنین باشه، و یا این که لرزاندن دیوارهای قدرت در ایران. اجازه فرمید با هم نگاه کنیم؟ با کمال میل. اتاق فرمان، خواهش میکنم این کلیپ مناظره رو پخش کنید تا بعد من بحثم رو با آقای دکتر مسعود نقره‌کار ادامه بدم. خواهر و برادر، قطعا شما نمیدونید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به شما نمیگه. میدونید توی اون چیزی که امام تایید کردن و گفتن بسم الله تعالی مبارک انشاءالله، اگر اون مناقشه در دولت موقت اتفاق نیفتاده بود و اون به تصویب رسیده بود، میدونید معلوم ولایت فقیه نداشتیم؟ چون توی اون قانون اساسی تنها چیزی که نبود ولایت فقیه بود و امام اون رو تایید کرده بودن، تصدیق کرده بودن. بله، ولایت فقیه تو اون مجلس خبرگانه مطرح شد توسط مرحوم آیر، مرحوم آیت الله منتظری هم برداشت توریزش کرد اینا و شد. منتها شما برید بحث هایی که مرتبط با ولایت فقیه، چون خیلی اعتراض کردن بخون فقیه فقیه نیشی، ما وقت با شما مبارزه نکردیم که یه دیکتاتوری به این جایگزین یه دیکتاتوری دیگه بکنیم. خیلی اعتراض کردن، خیلی از مسلمان ها اعتراض کردن، شهری ها اعتراض کردن، نهضت آزادی اعتراض کردن به ولایت فقیه و یک بحثی در گره. من واقعا ازتون درخواست میکنم شما اینا رو بخونید. یا اون چیزایی که سال 58 میگفتن ولایت فقیه نبود، راجع به چیزی دیگه داشتن صحبت میکردن، خودشون هم اطلاع نداشتن. یا اینی که الان هست، بخشی از اون چی که ایشون میگوین کاملا درسته. در تشیع حکومت فقط و فقط زمانی مشروعیت پیدا میکند که امام معصوم در رأسش قرار بگیرد. در غیر این صورت حکومت قصبیه و اگر تمام 7 میلیارد جمعیت کره زمین هم جمع شده باشن و شخص حاکم رو انتخاب کرده باشن، حکومت قصبیه. ایشون کاملا اون چه که ایشون الان داره به نام ولایت فقیه میگه تناقض
از صد تا زیدش متناقضه. چرا؟ برای اینکه ایشون داره از یک سو صحبت از رأی مردم میکنه به عنوان مبنای مشروعیت، از سوی دیگر داره صحبت از معصوم میکنه که ولی فقید نایب امام معصومه. سوال اگر کسی نایب امام معصوم باشد، همچنان که شما میگید ولی فقیه هست، من چی کاره باشم که بگم تو باید باشی یا تو نباید باشی؟ بیا به من پاسخگو باش. مگه ما به امام جعفر صادق میگفتیم من پاسخگو باشی؟ مگه ما به امام زین العابدین سجاد میگفتیم تو باید پاسخگو باشی؟ ما به کدام یک از ائمه‌مون میگفتیم که صبر کنیم؟ ابا جعفر، این چیزی که گفتیم باید امشب بعد از نماز مغرب عشا تو کوفه برادران میان رأی میگیریم، اگر موافقت کردن ابا جعفر هر چی که امام معصوم بگه تموم شد و رفت. امام معصوم صلح میکنه با معاویه، امام حسن مجتبی درسته، حسین هم قلی نمیکنه، مال اونم درسته، اون یکی کار دیگه میکنه. اون یکی معصومن. شما آمدید یه نفر رو در جایگاه عصمت قرار دادید به عنوان ولی فقیه، بعد بگید باید پاسخگو باید باشید، باید نگاه کنیم ببین اکثریت مردم چی میگن. نمیشه، معصومه. پس اون ازش بگی، اون معصومیت رو بگی، بگو آقا توی آدم معمولی هستی، بله، اون وقت باید مثل رئیس جمهور آمریکا، مثل نخست وزیر هند، مثل نمیدونم مثل سایر حکومت های دیگر، بله، اون وقت باید پاسخ خوب باشی. ها جناب اسمای مقدم، ما الان در آبان 96 هستیم، میشه شما بگی ولی فقیه کی پاسخ خوب هستش؟ کجا پاسخ خوب هسته؟ فلسفه چیزی به اسم پاسخگویی وجود داره؟ کجا؟ شما مجلس خبرگان کی آمده ولی فقیه پاسخگویی طلبیده؟ ولی فقیه چیز جای خود داره؟ حتی زیر مجموعه های ولی فقیه هم پاسخگو نیستن. شورای عالی انقلاب فرهنگی به کی پاسخگو؟ قوه قضاییه به کی پاسخگوه؟ نیروی انتظامی به کی پاسخگوه؟ اینا یعنی نه تنها خود ولی فقیه پاسخگو نیست، بلکه زیر مجموعه ولی فقیه هم پاسخگو نیستن. بعد شما هم میگید من علی بن ابی طالب اینجوری شد، اون اینجوری شد، اینها. یعنی از نظر تئوری هم که دارید میگویید با مشکل مواجه هست، از نظر تاریخی با مشکل مواجه هست. تئوری رو میذاریم کنار، فرض میگیریم نظریه شما درسته، میشه هم معصوم باشه هم حکومت بکنه، تاریخ هم میذاریم کنار. خب آنچه که در عمل داریم میبینیم کدام پاسخگویی، کدام مطابق قانون اساسی حکومت کردن؟ من رو اون بر میکنم شما ازشون بپرسی یه بار دیگر که ولی فقیه به کی پاسخگویی؟ شما میگی هیئتی وجود دارد، کمیسیونی وجود دارد، کمیته وجود دارد، شبانه روز دارد مانیتور میکنه که ولی فقیه چی گفتن، چی نوشتن. اینا میشه سر سوزنی از نتیجه عملیش هم به ما بگیم، چه در مورد خود ولی فقیه، چه در مورد زیر مجموعه ولی فقیه. اما در خصوص پاسخگویی و پاسخگو بودن در زمان مرحوم امام در مجلس دوفو، به دلیل اختلافاتی که بین آقای میرحسین موسوی و مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن وجود داشت، مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن رضایت نداشتن آقای میرحسین موسوی مجدداً نخست وزیر باشند. مجلس دوم بود و ایشون مایل بودن که فرد دیگری بشه نخست وزیر. اختلاف به وجود آمد، بحث به وجود آمد، یه عده موافق نظر مقام معظم رهبری بودن، یه عده نبودن و رفتن خدمت امام. امام گفتن که با توجه به اینکه الان جنگ هست و شرایط اینجوری هست، ما اگه بریم نخست وزیر رو عوض بکنیم، حالا میگن بین اینا اختلاف افتاده و اینها، و گفتن که نه، میروس آقای مهندس به ایشون مهندس میگفتن، گفتن آقای مهندس بمانن. 90 خورده ای نفر رأی مخالف دادن. جناب مسوای مقدم، اگه این داستان الان اتفاق بیفته، شما چه بلایی سر اون 90 خورده ای نفر که خلاف تمایل رهبری رأی دادن تو مجلس خواهید آورد؟ کمترین اتفاقی که برای یه نفر که خلاف تمایل رهبری رأی بده امروز این هستش که دفعه بعد شورای نگهبان رد صلاحیتش میکنه. این هم شما خواهد که من با گوشهای کر شده خودم شنیدم که مجلس شورای اسلامی بود، حدود یه سال پیش، دو سال پیش، راجع به مسئله بخواستن رأی بگیرن، اظهار نظر بکنن، مجلس نهم بود. آقای احمد توکلی، پدر داماد من، تو نطق گفتش که با آقای موسوی گلپایگانی صحبت کردیم،
مقام معظم رهبری حرفی ندارن، موافقه مثلا این چیز هستن یا نیستن اینا، یعنی ایشون رأی ممتنع داره. آقای لاریجانی هم تکرار کردن ما رسیدیم به جایی که 290 نفر جرأت نمی کنن، باید اول ببینم مقام معظم رهبری چی فکر می کنن. اما آنچه که من در مورد هست می توانم بگویم آن است که هست نه اسلامیه، نه اخلاقیه، نه قانونیه و نه انسانی. یعنی هیچ کدوم اینا هست، نفس اون که اینا رو نمیتونن محاکمه بکنن دقیقا نشون میده که هیچ چیزی علیه اینها ندارن. به جای رسیدیم که ده گزینه مطرح شده، به گواهی خود نماینده مجلس و بیت رهبری اون رد کرده. یعنی بیت رهبری داره میگه شما غلط کردید، به اون گروهی رای دادید که فرجی دانا نماد دانشگاهیاشون بود. من میخوام که این باشه، من نمیخوام که اون باشه. ماها معظم رهبری که دستچی میکنن میبرن اونجا صحبت میکنن، همون آقایی که انتقاد کردن، آقای کانفیوژن، سال بعدش دیگه دعوت نشدن. پس چه راهی برای اصلاح این ساختار هست؟ ساختاری که تحت هیچ عنوان به هیچ چیزی پاسخگو نیست، به هیچ مبنایی پاسخگو نیست. و دوباره یک شنبه قراره که آقای غلامی که تو بوعلی همدان بچه رو قلقم کرده بیاد و وزیر بشه و دوباره احضار، تهدید، زندان شروع بشه. بینندگان ارجمند، مراجعه فرمودید این گزیده‌ای بود از 2 ساعت و 22 دقیقه گفتگویی که بین این دو شخصیت در داخل کشور انجام شد. براستی ما به کجا داریم میریم؟ این گفتگو سمبل چه شرایطی است در داخل ایران؟ چگونه باید اون رو ارزیابی کرد؟ آیا واقعاً اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی کاملا دورانش گذشته؟ چه باید کرد؟ منتظر سقوط باید بود یا اقدام دیگری باید کرد؟ چقدر بین ما خارج از کشور نشینان و این شرایط در داخل کشور رابطه هست؟ آیا ما در جزیره دورافتاده‌ای در خارج از ایران آش خودمون رو نمیخوریم و به کار خودمون مشغولیم و نمیدونیم در داخل ایران چه میگذره و نقش سیاسی و اجتماعی ما در این دوران چیه؟ اجازه بدید شد. جناب دکتر زیبا، جناب دکتر نقره‌کار، ممکن است شما خواهش کنم اول برداشت کلی خودتون رو از این مناظره و از این کلیپی که مناظره فرمودید بیان بفرمایید؟ بله، من این مناظره رو به طور کامل دیدم و به گمان من اون چیزی که بیش از هر چیز به هر حال به ذهن من لااقل رسید، خب نوعی جسارت و شجاعت آقای زیبا کلام در بیان یک همچین مسئله مهمی است. در واقع نقد و نفی نه فقط رهبری در حکومت اسلامی، بلکه یک پدیده و مقوله بسیار مهمی که به لحاظ اسلامی در واقع در حوزه تشیع، یعنی همون مفهوم ولایت فقیه، در نقد و نفی چنین پدیده است. خب به گمان من این بسیار اهمیت داره و برخورد ایشون هم طور که گفتم من یک برخورد شجاعانه و خوبی دیدم. ضمن اینکه واکنش دانشجویان و کسانی که به هر حال شنونده بودن هم دلگرم کننده بود در رابطه با صحبت‌های ایشون. منتها نکته‌ای که مطرح هستش این که اولا ما پیش از این هم داشتیم و الان هم داریم در ایران کسانی که اینگونه به نقد و نفی رهبری و ولایت فقیه پرداختن. چهرهای مختلفی داشتیم، نه فقط در حوزه اصلاح طلبان، چهرهای دانشگاهی، چهرهای در حوزه اهل قلم، نویسندگان و حتی به شکل تشکل کانون نویسندگان و یا بسیاری از فعالین جنبش کارگری که مطرح بودن، ما دیدیم تو این راستا حرکت کردن در دوره‌های مختلف. متأخب به این صراحت و با توجه به این موقعیتی که الان هست، من لااقل کمتر
دیده و شنیده بودم. منتها یه نکته ای رو به گمان من باید بهش توجه داشت. صحبت‌های آقای زیبا کلام صحبت‌های مثبتی است در نقد و نفی رهبری و به ویژه پدیده ولایت فقیه و همطور ولی فقیه. منتها دقت که بکنیم در این مصاحبه، ما یک سری نکاتی رو می‌بینیم که به گمان من خطرناک و نگران کننده هستن. برای نمونه ایشون برای در واقع نفی و نقد خامنه ای و رفتاری که ایشون به عنوان ولی فقیه داره تا حدودی توجیه میکنه رفتار و نظرات آیت الله خمینی رو، و خب این واقعیتش به گمان من کمک نخواهد کرد در تداوم خودش به رفع این مشکل. یعنی مشکل اصلی دیدگاه های آیت الله خمینی و میشه گفت عمل کردی که ایشون داشته و ارثیه‌ای که در اون حوزه بر جای گذاشته. ایشون تلاش میکنه مطرح بکنه و اینطور هم مستفاد میشه از حرفای ایشون که آیت الله خمینی نمیخواسته ولی فقیه بشه و حتی آیت الله خمینی نمیخواسته در سیاست دخالت کنه. در کل کلیپو که میبینیم نه فقط آیت الله خمینی، بلکه ایشون اشاره میکنه به روحانیونی که آنها هم نمیخواستن در سیاست دخالت بکنن. به لحاظ تاریخی گفته ایشون گفته دقیقی نیست و گفته درستی نیست به گمان من، اما آنچه که در برخورد ایشون به نظر من نگران کننده است و باید بهش توجه کرد، این که البته شرایط ایران هم باید دید و نحوه پیش برده این نوع بحثا رو، ولی این قابل توجیه نیست که برای نقد و نفی خامنه ای فلواقع آیت الله خمینی که به عنوان بنیانگذار این حکومت و کسی که برخلاف نظر ایشون ولایت فقیه رو در سال 1348 در کتاب ولایت فقیه که شامل 13 گفتار از ایشون در رابطه با ولایت فقیه است در نجف و یکی از اون گفتارها بحث در رابطه با بداعت و نوآوری ولایت فقیه است، اینها رو نادیده گرفت و در واقع طوری وانمود کرد که آیت الله خمینی نمیخواسته در سیاست دخالت بکنه و هم با مسئله ولایت فقیه به این گونه مخالف بوده. این به طور تاریخی و واقعی و مستند به گمان من صحیح نیست و این یکی از نکات منفی این نوع بحث ها. از قبل هم آقای زیبا کلام مباحث زیادی رو مطرح می کرده، ولی به گمان من بلافاصله برای اینکه بتونه حرف امروز خودشو بزنه پا جاهایی گذاشته که هم از نظر تاریخی نادرست بوده و هم تأثیرات منفی خودش رو به هر حال خواهد داشت، که در این مناظره من فکر میکنم بحثش راجع به آیت الله خمینی به نوعی سکولار وانمود کردن پاره ای از روحانیون که چنین چیزی نبوده. حتی شیخ فضل الله نوری رو ایشون طوری مطرح میکنه که به گمان من تا حدودی خالی از اشکال نیست، ولی در مجموع من فکر میکنم که این نوع بحثا، این نوع برخوردها علاوه بر این که یک جسارت و شجاعتی میطلبه، در این حال نتایج مثبتی هم به بار خواهد آورد. البته جنبه های دیگری رو مخالفان این نوع بحثا مطرح میکنن که به گمان من نکاتی از واقعیت درش هست، باید دقت داشت. چطور در جامعه‌ای که یک کارگر و یک جوان و فعال سیاسی رو به خاطر پاره تبلیغات و حرکات حبس میکنن، دستگیر میکنن، ایشون میتونه به این صراحت در یک محیط دانشگاهی صحبت کنه؟ نه فقط ایشون، پاره از شخصیت‌های دیگر رو مطرح میکنن. طبیعی است این سوال‌ها پیش بیاد، مطرح باشه و به هر حال اجازه داده بشه که در ذهن‌ها باشه، ولی نباید فلواقع ارزش مثبت این نوع برخوردها رو در داخل ایران نادیده گرفت، ضمن اینکه باید به زوایای مختلف توجه داشت. آقای دکتر نقره‌کار،
اون چه که در یک سالن دانشگاهی، یعنی در دانشگاه زنجان، آقای دکتر صادق زیبا کلام بر زبان آورد، در واقع زمینه رو برای این فراهم نمی‌کنه که در اجتماعات و تظاهرات و اقدامات عمومی که توسط گروه‌های مختلف در ایران انجام میشه، آواز مرگ بر ولایت فقیه سر داده بشه؟ همونطور که عرض کردم بی تأثیر نیست. شما ببینید، البته گفتار ایشون، مصاحبه های ایشون، مناظره های ایشون و چهره های دیگه هم هستن، میتونه تأثیر بذاره. البته میدونیم واقعیتش ایشون اون نفی ولایت فقیه رو از زاویه اثبات و تایید آقای روحانی و مجموعه دیگه ای پیش میبره. من نمیخوام شخصا نفی بکنم این نوع برخوردار رو، برای اینکه ایشون هم اگر این نگاه رو داشته باشه، ولی این نوع مناظره ها و برخوردها خارج از خواسته ایشون تأثیرات خودشو میذاره، برای که بحثی که مطرح میشه بحث بسیار پر اهمیتی است. همونطور که عرض کردم، قبلا هم واقعیتش تو جامعه ما مطرح بود. به یاد داریم که خود آقای گنجی که امروز در خارج کشور مدافع اصلاح طلبان هست، در واقع سخنش در ایران این بود که خامنه‌ای باید برود و با اون اعتصاب غذا و اون مسائل. میخوام بگم این حالت وجود داشته، ولی الان با توجه به امکانات تبلیغی و ارتباطی، خب طبیعی است که در یک سطح وسیع‌تر و تأثیرگذارتر خواهد بود. منتها من نکتم این هست که ضمن توجه به تأثیرات مثبت این نوع بحثا، باید به اون نکاتی هم که من اشاره کردم توجه کرد. برای من خب قابل قبول نیست برای نفی در واقع ولی فقیه و خامنه‌ای به نوعی از دوران طلایی امام به گونه ای صحبت بشه. ایشون مطرح نمیکنه، ولی وقتی میگه خمینی با ولایت فقیه به این گونه مخالف بوده، یا خمینی نمیخواسته در سیاست دخالت بکنه و مسائل دیگه، تا حدودی خب طبیعی است ایجاد نگرانی میکنه و بحث و دوچار خدشه میکنه. منتها همونطور که عرض کردم، باید شرایط ایشون رو دید. در داخل ایران وضعیت در داخل ایران متفاوته و به راحتی نمیشه صحبت کرد، اما همین وضعیت باز به گمان من مانع از این نمیشه که این نکته رو ندید که برای در واقع زدن یک دیکتاتور، در واقع دیکتاتور دیگه ای رو، یا یک فردی که در واقع مسببه و تئوریزه کننده همه این مشکلات هست و به نوعی تطهیر کرد. آقای دکتر نقره‌کار، آیا اون چه که برخورد صادق زیبا کلام با مسئله ولایت فقیه که اون رو در واقع داره نفی میکنه و زیر سوال میبرتش، نمیتونه یه سوپاپی باشه برای این دفع بخار مخالفت مردم با کل این سیستم و اینکه بتوانند اهمیت شعاری مثل مرگ بر ولایت فقیه رو، یا ما ولایت فقیه نمیخوایم توسط مردم رو، با این ترتیب کم بکنن؟ اگر خاطرتون باشه، در سال 1356 و 1357 به خصوص، یک شعار از عوامل بسیار مهم گردهمایی نیروهای مختلف و مردم بود، مردم ناراضی. من قصدم این مقایسه به این شکل نیست و آزردن خاطر طرفداران پادشاه فقید ایران مطلقا، ولی یکی از عواملی که مردم دلشون میخواست احساس آزادی بکنند بعد از یک دوره طولانی که نمیتونستن با مقام سلطنت درگیر بشن، گفتن شعار مرگ بر شاه بود. این به اصطلاح شعار یکی از زمینه‌های نزدیک شدن گروه‌های مختلف شد. چرا؟ برای اینکه در تمام طول دوران، یا لاغر از بعد از 1332 به بعد، گفتن چنین شعاری یا مخالفت علنی با مقام پادشاهی در ایران ممنوع بود.
و مجازات داشت و نمیشد این کارو بکنی به طور علنی. ولی حالا وقتی اینا خودشون توسط یه شخصیت دانشگاهی این مسئله در این حد جلو میبرند، نمیخوان بر عمر سیستم خودشون اضافه کنن؟ تجربه این چهار دهه، حدودا نزدیک به چهار دهه، نشون میده حکومت اسلامی، نمیخوام بگم، ولی توی گیومه بسیار هوشمندانه، دقیق و سنجیده عمل میکنه. این رو لااقل ما میتونیم در رابطه با اپوزیسیون حکومت در خارج و چگونه تونسته یک اپوزیسیون دستساز سازمان بده با این قدرتی که الان هست و روی اپوزیسیون خارج کشور تأثیر بگذاره و در واقع کارایی اپوزیسیون واقعی خارج کشور رو کاهش بده، میشه دید. در داخل هم چه تو حوزه‌های مختلف میشه دید که حکومت اسلامی با برنامه حرکت میکنه و برخلاف اون دیدگاه‌هایی که ما قبلا داشتیم که آخوندها چیزی نمیفهمن، امروز لااقل به ما ثابت شده که این گونه نیست. این نظام یک نظام سیاسی است که داره از همه ابزارها و مظاهر استفاده میکنه، حتی مظاهر دموکراسی، برای اینکه بتونه خودشو تحکیم ببخشه و تداوم حیات بکنه. بنابراین این نکته که شما میگی میتونه مطرح باشه. خود آقای زیبا کلام در همین مناظره در پایانش نکته رو مطرح میکنه که به نظر من اهمیت داره. ایشون میگوید که همین مناظره نشون میده ما داریم پیش میریم، ما پیشرفت داریم میکنیم، ما پیشرفت کردیم. خب ببینید، این نوع یک کسی در واقع بیاد اونجوری ولی فقیر رو نقد بکنه و چهره آنگونهی که واقعی هم هست از این سیستم و رهبریش بده، ولی پایان سخنرانیش بگه که ما داریم پیش میریم، داریم پیشرفت میکنیم و پیشرفت کردیم، اینها تردید برانگیزه. این در واقع مثالم زدم، بسیاری این سوال رو میکنن. این سوال واقعی است که چرا در جامعه ای که یک جوان دانشجو میتواند با یک اعتراض و یک شعار حبس بگیره، محبوس بشه، شکنجه بشه و اون سختی ها رو بکشه، امثال آقای زیبا کلام به راحتی میتونن در محیط های دانشگاهی این سخنان رو بگن. بنابراین اینو میباید با توجه به قدرت، من نمیخوام ارزش کار آقای زیبا کلام رو کم بکنم، اهانتی بکنم، ولی قدرت حکومت اسلامی، تواناییش در این چهار دهه نشون داده که این حکومت با برنامه حرکت میکنه و در این عرصه و این زمینه هم باید توجه داشت. ضمن اینکه نکات مثبت رو گفت، توجه داد که نه، این نکات هم هست، به این هم نگاه بکنیم. من این دیدگاه رو ندارم که کاملا نفی بشه این نوع حرکت ها، برای اینکه حتی اگر آقای زیبا کلام خودش هم نخواد و حکومت هم نخواد، این نوع تبلیغات و این نوع حرکت ها تأثیر خودشو در داخل ایران روی نسل جوان و مردم خواهد گذاشت، بیرون از اراده حکومت و امثال ایشون. ولی نکاتی که هست به گمان من باید بهش توجه کرد. از لابلای سخنان این دوستان میشه نکاتی رو در آورد که نگران کننده است. نمیتونه یک جامعه‌ای با اون رهبری که ایشون میگه، با اون نظام سیاسی، با اون ویژگی که اصلا با دموکراسی خوانایی نداره، نشان از نوعی پیشرفت باشه، نشان از این باشه که ما داریم پیش میریم صرفا به خاطر یک سخنرانی. اینا نکاتی است که من به هر حال به نظرم میرسه باید بهش توجه کنم. آقای دکتر نقطه‌کار، این سخنرانی رو قسمتیشو هممون شنیدیم و علاقمندان میتونن برن و گوگل کنن و سخنرانی رو کلش رو تماشا بکنن و بشنون. پرسش من اینه، به هر حال صادق زیبا کرام یا خودش یا شرایط امروز ایران او رو به اینجا رسونده و یا من هم نمیخوام جسارت بکنم، برای اینکه حق نداریم، ما در ایران نیستیم و شرایط رو نمیشناسیم، از طرف یه جناحی داره یه جریانی رو پیش میبره، همونطور که شما گفتید در آخر گفتگو به این مطلب اشاره میکنه که ما داریم جلو میریم، در واقع داره
به سیستم میگه که بذارید من حرفمو بزنم و من میدونم دارم چی کار میکنم. من اینو برداشت میکنم. به هر حال همونطور که شما گفتید اثر کارش از دایره کنترل زیبا کلام و اون محدودهی که او رو حمایت میکنن خارجه. وقتی پیام رفت، امروز رفته و به دست مردم میرسه و همونطور که شما به درستی فرمودید تأثیر خودش رو میگذاره. خب در این وانفسا ما جمعیت چند میلیونی شما نمیدونم تعداد ایرانیان خارج از کشور رو بعضیا با اغراق عدد میبرن بالا، ولی اصلا رقم نگیم، همین مجموعی که هستیم چرا اینقدر پراکنده ایم؟ چرا حتی وقتی در اجلاس سکولار دموکرات ها جمع میشیم به هر حال نمیتونیم یه حرکتی رو آغاز بکنیم که از سالن های سخنرانی و اجتماعاتی از این نوع بیاد بیرون و بتونه نقش عملی تری رو ایفا بکنه در راه رسا کردن فریاد اعتراض مردم در ایران؟ همونطور که خود شما هم اشاره کردید، این مناظره ها و بسیاری از اتفاقایی که در داخل ایران میفته واقعیتش باید ما رو بیشتر متوجه وضعیت خودمون و مسئولیت و جدیت خودمون در واقع در راهی که باید بریم میکنه. خب الان در داخل ایران شرایط به همین گونه است. به هر حال یه انتقاد به رهبری میبینیم توی دانشجوها چه واکنشی رو سبب میشه و نه در محیط دانشگاه. شما ببینید جنبش مدنی در جامعه ما، زنان، کارگران، معلمان، نویسندگان چگونه دارن حرکت میکنن. ما تا در خارج کشور ما در یک شرایط آزاد و بازتر به گمان من از اونها عقب هستیم و اون وظایف و مسئولیتهایی رو که به عهده داریم طی این چهار دهه انجام ندادیم. من نمیخوام تلاشهای اپوزیسیون در خارج کشور رو تلاشهای مثبتش رو نادیده بگیرم. بسیار هست، میشه شمرد. من منظورم اون بخش نیست، تلاش شده، کار شده در همه حوزه‌ها، ولی نتیجه به اون معنا نداده، نتیجه به اون شکلی که خود شما اشاره کردید. ما نتوانستیم بعد از چهار دهه حدوداً یک جریان دموکراتیک فراگیر که بتواند از خواستای عمومی مردم حمایت بکنه و این جریان بتواند جنبش مدنی در داخل کشور رو لااقل تقویت بکنه و از اون حمایت بکنه عملاً و فکراً، واقعا نداریم. چرا؟ خب بهتر از من میدونید این چرا هم دلایل فرهنگی داره، دلایل سیاسی داره، دلایل جغرافیایی داره و دلایل متعدد. اما به گمان من یک مسئله مهمه که بهش کمتر پرداخته شده که شاید بشه گفت فرهنگی اخلاقی است، فرهنگی شخصیتی است در ما، و اون بحثی است که ما در رابطه با همین کنگره دیدیم. شما از موقعی که من نه عضو حزب سکولار دموکرات هستم، نه تایید کننده همه آنچه که در واقع جنبش سکولار دموکراسی میگه، اما یک حرکت مثبت و تاثیرگذار بود. شما نگاه بکنید از موقعی که این کنگره مطرح شد، یک مروری بکنید ببینید ایرانیهای منتقدش از چه زاویه‌ای این کنگره رو نقد کردن. غالبا آقای نوریعلا این است، آقای نوریعلا اون است، و به دنبال اینکه خود را اثبات کردن. میخوام اینو نتیجه بگیرم که یک مشکل اساسی که بهش کم پرداخته شده همون مشکل فرهنگی شخصیتی است، یعنی خودمحوری، خودخواهی، خودحق‌پنداری و اون فرقه‌گرایی و سکتاریزمی که در همه ماها به نوعی خانه کرده بود. ما نتونستیم از این فاصله بگیریم. الان بحث جمع شدن و در واقع کنگره گذاشتن، حزب ساختن و این بحثا میبینیم سالها هست، ولی با پوزش عرض میکنم، قصدم تو اینه کسی نیست، ولی این همه با همها مثل همه با همهای خمینی است، یعنی همه با من، نه همه با هم. من کمتر جمعی دیدم مثل این کنگره که فی الواقع همه با همش اون معنا رو نده. بنابراین میخوام عرض بکنم که
جدا از دلایل که بهش اشاره کردم، یک دلیل بسیار مهم همین خودمحوری ها، خودحق‌پنداری ها، فرقه‌گرایی ها و اون فرهنگ سکتاریستی و غیر دموکراتیک در ماست و عدم تحمل دیگری. و خب این مسئله به گمان من بهش کم پرداخته شده و در حرف البته همه قبول دارن، در عمل قضیه فرق میکنه و این دو کنگره ها و جمع ها هرچه بیشتر تکرار بشه شاید در عمل لااقل در تصحیح ما تاثیرگذارتر بشه. یعنی شما میخواید بفرمایید که منظور من اجلاس سکولار دموکرات ها نیست. بعدم خیلی ممنون بود که 5 بار این اجلاس تشکیل شده و روز به روز بر تعداد گروه های شرکت کنندهش اضافه شده، ولی میخواید به من بفرمایید که ما در شرایطی هستیم که هنوز باید روی محورهایی که میتونیم با هم نزدیک بشیم کار بکنیم، هنوز در اون مرحله نیستیم که بتونیم دستی به گوش سر مردم، سر یال مردم بکشیم در ایران و اونها رو در حرکتهایی که دارن میکنن و هر روز شاهد هستیم کمک عملی بکنیم؟ یعنی این رو من باید از حرف شما بفهمم؟ ببینید، میگم به تجربه برگردیم، من نمیخوام کاملا نفی بکنم، منتها اپوزیسیون همیشه تحت تأثیر رخدادهای داخل توانسته یک تحرکی پیدا بکنه و کمک به داخل باشه. با برنامه نتوانسته این کارو بکنه. یعنی جنبش 88 که اتفاق میفته، به هر حال اپوزیسیون یک جانی میگیره، حرکتی میکنه و به نوعی در داخل هم تأثیر گذاره. یا قتل‌های زنجیره‌ای، عقب‌تر بریم اتفاقای دیگه ما شاهد بودیم. منتها با برنامه سازمان یافته و در کنار هم، نه با هم در اون معنای یکی شدن، در کنار هم روی در واقع اون خواستای مشترک، من نگاه هم این هست که در واقع ما هنوز عقبیم، باید کار بشه و بیشتر دنبال حوادث بودیم در داخل ایران تا اینکه خود ما سازمانی داشته باشیم بتوانیم تأثیرگذار باشیم. من تأکید میکنم قصدم نفی همه فعالیت ها و تأثیرگذاریش در خارج کشور نیست. خود روشنگری هایی که در خارج کشور، چه جریان ها و سازمان های سیاسی، چه رسانه ها، در رابطه با ماهیت حکومت اسلامی و رفتار حکومت اسلامی داشتن، تأثیرش نه در عرصه جهانی، در خود ایران چشمگیر هست و ما شاهد بودیم و هستیم. یا در حوزه های دیگه، حوزه های تبلیغی ترویجی، حوزه های دیگه، ولی به گمان من هنوز به اون حدی که بتوانیم با برنامه سازمان یافته و مداوم تأثیرگذار باشیم، هنوز به گمان من به اون حد نرسیدیم. جناب دکتر نقره‌کار، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. تشکر میکنم که روز تعطیلتون رو گذاشتید با هم بودیم. به امید اینکه در آینده هم با هم گفتگوهای بیشتری رو داشته باشیم. من هم از شما سپاسگزارم. سپاسگزارم. به شما در فلوریدا زیبا عصر بخیر میگم، یا شب بخیر میگم، شما 3 ساعت از ما جلوترید. به هر حال بینندگان عزیز، این برنامه که ملاحظه فرمودید روز چهارشنبه ساعت 6:30 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس بازپخش خواهد شد. برنامه دوم مرغ سحر فردا به وقت لس آنجلس ساعت 7 شب تا 8:20 به نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید و بازپخش اون روز جمعه از ساعت 6:30 تا 8 صبح به وقت غرب آمریکا، یعنی به وقت لس آنجلس خواهد. از آقای امیر درخشان، کارگردان فنی برنامه، سپاسگزارم. تلفن‌های زیادی رو من دریافت می‌کنم ولی امکان آوردن بینندگان عزیز روی خط وجود نداره فعلا، تا ببینم که این موزر رو چگونه می‌شود حل کرد و از حضور شما و نظرات شما به طور زنده، یعنی همون وقت که برنامه پخش میشه، بشود استفاده کرد و بر بنای برنامه افزود. هر جا که هستید
لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.